زمینهای کشاورزی را وقتی که همه وسایل خانه داشته باشند، زندگی داشته باشند، زمین هم در اختیار اینا مجانی داشتن، در دهات میتونن که اسکان بدن اینها را به کشاورزیشون رو تأمین بکنن و هم وضع شهر به یک بنبستی از نظر کثرت جمعیت قرار نگیرد، به هم که از نظر کشاورزی و آبادانی و عمران ایران به حد خود کفایی برسه. بنابراین چه فرد باشد چه خانواده، حق اسکان را از طرف دولت دارد. حالا لازم نیست به او بفروشند یا برای اون خانه مجانی قرار بدن، نه، حق هم مثلا که در بعضی از کشورها هم هستش. اون وقت در اینجا اولویت جواب آقای جزایری، این سایر اقشار کم درآمد، این کم درآمد غیر همه است به قرینه سایر، یعنی دهاتی هایی که خانه دارن احتیاج به خانه ندارن، نه، اونهایی که هست دارن خودشون، بقیه مردم همینجور، اونهایی که احتیاج ندارن برای اونها با حق تقدم، به اون نسبتی که بسیج لازم است، بسیج لازم نیست، در ضمن کارهای خودش میخواد خانه سازی بکند، احتیاج اونها را رفع کند، اونها حق تقدم دارن. آقای اجازه بدید، آقای قلشی شما فهمیدن رأی دیگه. من پیشنهاد کردم جناب آقای دکتر بهشتی فرمودم اون آقای کلمه نشینان و کارگران این دو تا کلمه باشد، اون وقت زیرش اینطور باشد که امکاناتی این اصلا فراهم بزن. آقای اکرمی شما مثلا بیدارید؟ من یک توضیحی بدم به آقای بنی صدر. من یک توضیح بدم به آقای دکتر زیایی. اولا درباره اینکه چرا با اینکه نبودم صحبت کردم، من بودم صبح، البته در جلسه آقایون نه، در جلسه هفت نفری، ولی بعد از مدتی کار حالم نامساعد شد رفتم، و اگرم می بودم چون در جلسه آقایون نبودم فرمایش آقایون رو نمی شنیدم. این توضیح. و اما این که فرمودید روستا آقا، بررسی نشون داده که مسکن علت مهاجرت روستایی به شهر نیست. علت مهاجرت روستایی به شهر نبودن درآمده. اینه که این رو میاد داخل سیاست مسکن میکنید، اصلا به نظر ما یک انحراف فکری میاره در سیاست اقتصادی دولت. عنایت بفرمایید. میخوام عرض کنم مسئله مسکن همین اواخر که قرار بود بنیاد مسکنم کار بکنه اینو بررسی کردن، معلوم شد مسئله مسکن در روستاها نسبت حتی به شهرهای کوچک و مناطق کارگری نمیتونه اولویت داشته باشه. بنابراین بهترین از همونطور که برادرمون آقای رشیدیان تذکر دادن، ما به طور کلی بذاریم قشرهای کم درآمد. وقتی میگیم قشرهای کم درآمد، مشخص میشه هر جایی در رابطه با مسکن کی درآمدش نامناسب تره. اینه که این رو اهم قرار بدیم، هم کارگر شامل میشه، هم خدمتگزاران جزء ادارات شامل میشه، خیلی ها هستن درآمد، هم پیشه‌وران بسیار جزئی که دور گردن و در روز درآمدشون از یک کارگرم کمتره شامل میشه، همه را شامل میشه. آقای رشیدیان شما مطلب اون روز همین بوده؟ در شهرها بیشتر محسوسه، زاغنشینی و خوشنشینی و نمیدونم کفرنشین ها و قار اینا در شهره که مسئله می آفرینه، وگرنه مسئله مسکن آقای زیایی در روستاها به کلی مطرح نیست. امکانات کشاورزی و وسایل کشاورزی را اگر فراهم کرد، هم مطلب آقای بهشتی است دیگه، مطلب تازه نیست. آقای عرب شما از زمین لرزه این تمام مسئله کشاورزا دو مرتبه، هم خونه ندارن و هم آب ندارن. مهاجرت روستاییان به شهرها اولا به علت فاقد آب، نداشتن آب، دوما حالا مسکن شو میگی؟ حالا این پیشنهاد اجازه بفرمایید، این پیشنهادی اصلاحی که آقای بهشتی داشتن بخونیم ببینیم به نظر آقایون چی، ببینید با این اصلاح عبارتی داشتن مسکن متناسب با نیاز، این متناسب همون حقی که آقای بهشتی اجازه توضیح دادید و ما هم اجازه بدید که جوابشون عرض کنیم. اجازه بفرمایید، داشتن مسکن متناسب با نیاز، بله؟ متناسب با نیاز نیست،
مورد نیاز. بله. مورد نیاز. خب. مورد نیاز پس. متناسب با نیاز خوبه، برای خوبیه. داشتن مسکن متناسب با نیاز برای سکونت. ممکنه که یه خونه باید داشته باشیم اجاره بدیم. داشتن مسکن متناسب با نیاز برای سکونت حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای قشرهای کم درآمد زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. باز تکلیف دولت چیه؟ برای همه را خانه بسازه؟ من نیازم هم. باز همون اشکالم. من نیازم هم. من یه اشکال نمیشتم اونم به اجرای همون رو بسازم. آقای مکارمه؟ آقای رئیس این نوشتی فایده نداره. اجازه بفرمایید. آقای مکارم نوشتن داشتن مسکن مناسب نیاز برای سکونت حق هر فرد و خانواده ایرانی است. روستانشینان و کارگران و سایر قشرهای کم درآمد اولویت دارند. ترتیب اجرای این اصل را قانون معین می کند. ایشون تحصیدن چیزی گردن دولت بیذارن. و آقای ربانی نوشتن دولت موظف است برای نیازمندان کم درآمد شرایط یا زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. آقای آیت نوشتن کم کم پیشنهاد خیلی داره زیاد میشه. پیشنهاد میکنم آقای بهشتی دل نیازمند چیزتون بیفزایید. کم درآمد من که نباید ببینید آقا، چون آقایون توجه ندید، یک دولت میتونه یک سیاست اقتصادی درست کنه که چه قشرهای با درآمد متوسط چه قشرهای با درآمد کم امکان خانه پیدا کردنشون از این که دولت مستقیما خونه بسازه بیشتر باشه. اینه که تبدیل کردم در پیشنهاد خودم که دولت موظف است زمینه اجرای این اصل رو به طور کلی فراهم کنه، اولویت بده به اونا، نه اینکه بگیم به طور به فکر طبقات یعنی قشرهای دارای درآمد متوسط نه. کم درآمد یه نیازمند. ها خیلی خوب، نیازمند. حالا این پیشنهاد آقای مکارم که اول خوندی، آقای بنی‌صدر یه فرصتی برای توضیح می‌خواد. چی آقای بنی‌صدر چی؟ بله، این که شما می‌فرمایید قشرهای کم درآمد و تجربه نشون داده روستاها، تجربه شما تجربه ناقصیه، به دلیل اینکه در روستاها اگر خانه سازی کردی درآمد هم ایجاد میشه و اون خانه هایی که روستایی ها دارن گورستان اونا از همه میدونیم، هر دفعه یه ذره زمین تکون میخوره تمام اینا از بین میرون. و وقتی شما بردی در اونجا خانه صحیح ساختی پولم میبری اونجا، آب و برق درآمدم میشه، به اونم در اونجا علاقمند میشه و در اونجا میمانه. و ما اگر بخوایم به این ترتیب یعنی اون رو حذف بکنیم، باز اولویت میاد به شهرها، شهرها بزرگ میشن و این مملکت از این مصیبت خلاص نخواهد شد. این است که عقیده من این است که اون رو روستانشینان و کارگران به همون صورت باقی بمونه. همون اصل رو داشتن مسکن مناسب نیاز برای سکونت. این مگه میشه مسکن برای سکونت نباشه؟ این اصلا سکته میاره، بلش کن. داشت مطابق نیاز. خب اون که نمیگن مسکن ها دیگه، اونو میگن داشتن مستغلات. اصلا معمولا نمیگن مسکن. داشتن مسکن مناسب نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است.
روستانشینان و کارگران و سایر قشرهای کم درآمد اولویت دارن، یعنی در حق اولویت دارن، در حق همه مساوی هن. در برنامه دولت باید بگید اولویت دارن، این نشون میده در حق اولویت دارن، این درست نیست. آیا صرف کم درآمد بودن موضوعیت داره یا نیاز به مسکن موضوعیت داره؟ چه بسا انسان کم درآمده ولی به حسب وضعش نیازش فعلا به مسکن کمتر. نیاز به مسکن آیا برای اولویت موضوعیت داره یا کم درآمد بودن موضوعیت داره؟ یعنی امکانات نداشتن دیگه. اینو باید نه آقا فرض کنه گاهی کم درآمده ولی فعلا مسکن نمیخواد. آقا اجازه میفرمایید، عنایت میفرمایید که معطل بلکه نشیم اینجا. ببینید آیا این تأمین میکنه؟ من بازم تکرار میکنم آقای بنی‌صدر، توجه کنید که این مسئله‌ای که من عرض کردم راجع به روستا، میخواستم عرض کنم در روستا مسئله اول اونه. مسکن البته برای هر کسی گفتیم، ولی اینکه اولویت میدید، نمیشه درآمد خانه سازی منبع ترویج اقتصادی سالمی برای روستا نیست. روستایی باید از کشاورزی و دامداری درآمد پیدا کنه. اینه که به این دلیل است که والا مسلما هر کس هر روستایی که خانه نداره باید حتما برای او خانه تعیین. بله، داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای اونها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، اینا اضافه میکنیم که معلوم باشه این مورد توجهه، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کنند. پس لطفا اینا اعلام رأی میکنیم دیگه. شامل وام هم میشد، کرایه گرفتن هم میشد، تعمیر مسکن امر است. خوبه. بله اعلام رأی کردیم. ولی این همون یک هرچه زودتر می فرمایید با کلمه هم. ولی به در اختیار من نبود، من از این قوانین درست میشه پشتی پوش می افته. دولت همه قوانین ها باید هرچه زودتر اجرا کنه جناب آقای توقفوری، نه فقط اینا، همه قوانین ها باید سریعا اقدام اجرا بکنه. با هرچه زودتر مسئله تمام نمیشه. همه قوانین باید سریعا اجرا. Thank you.
رنج ممکنه یه مخالفه. مهد پنجا هشت نقطه دیکیم زیادی یکی آقای دکتر شمانی رعیان نوه، هنو کهنه نشده، مثل به هم میچست. توجه بفرمایید، عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی 64 نفر، شماره آرای توی گلدان 65 رأی، یک رأی خارج شده 64، موافق 58، مخالف 1، ممتنع 5، تصویب شد.